برنامه زن را از بی بی سی مشنوید. آیا با اسم کالژن آشنایی دارید؟ کالژن غنی ترین پروتئین است که در بدن وجود دارد و با افزایش سن میزان کالژن سازی بدن به خصوص از ما زنان کمتر می شود. کالژن انواع مختلف دارد که هر کدام از این پروتئین نقش مهمه در حفظ سلامت بدن ما دارند، از جمله ایجاد ساختار پوست و تقویت استخوان‌ها. همچنین این پروتئین نقش ویژه‌ای در درخشش موی و شفافیت پوست و ناخن‌های ما دارد. افزایش سن و میزان استرس تاثیر بسیار زیاد بر روند کالژن سازی بدن می‌گذارد و در نتیجه پوست خاصیت لاستیکی خود را از دست می‌دهد و شکننده می‌شود. موها نیز رنگ خود را از دست می‌دهد. مفاصل دیگر انعطاف پذیر نیستند و امکان دارد استخوان‌های ما هم تراکم خود را از دست بدهند. از این رو لازم است تا قبل از کاهش یافتن مقدار کالژن در بدن سعی در تقویت آن داشته باشیم. چگونه؟ از انعام الله فائز، مشاور جلدی و زیبایی مقیم ترکیه می‌پرسیم. کالژن معنیش میشه چسب. فراوان‌ترین پروتئین بدن که تقریبا 30% کل پروتئین بدن و 70% پروتئین پوست را تشکیل میده. یعنی ما از پوست سر گرفته تا کف پا در بدن ما کالژن داریم. و این کالژن معمولا در بافت‌های متصل کننده، غضروف‌ها، عضلات، ناخن‌ها و بیشتر در پوست مو پیدا میشه. کمبود کالژن چه عوارض را برای بدن به وجود میاره، به خصوص برای خانم‌ها؟ کالژن وقتی که خب سن آدم زیر 25 سال است، هم تولیدش از لحاظ کمیت و کیفیت در بدن خوبتر است، اما سن وقتی که از 25 30 به بالا میره، هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت تولیدش پایین میشه. ناخن‌های آدم میشکنه، موها شروع میکنه شدیداً به ریزش، پوست و حالت کشسانی خود از دست میده، چین و چروک میزنه، انسان پیرتر به نظر میرسه. استخوان‌ها که بافت اصلیش به اصطلاح نقش سمت کلاژن در استخوان‌ها بازی میکنه، به سمت پوکی استخوان و آرتروز و این مشکلات کشانده میشه. دیگه چی عوامل باعث میشه که کلاژن در بدن تخریب شوه؟ افزایش سن سال، خواب نامنظم و سیگار کشیدن، اعتیاد به مواد یا الکل و مواد مخدر و اینا، تغذیه نادرست، در معرض نور خورشید بیش از حد قرار گرفتن، ضد آفتاب استفاده نکردن. خب شما اشاره کردین به تغذیه نادرست، آیا میشه از غذا هم ما کالژن بگیریم؟ بله، بعضی مثلا گوشت حیوانات مثل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت سرخی که میگیم کالژن داره، ماهی بسیار کالژن داره، مرغ کالژن داره، پوست مرغ و همچنان سوپ استخوان. استخوان‌ها رو در افغانستان اکثرا دور می‌اندازن، در حالی که در اکثر کشورها باور کنیم جدا فروخته میشه، جوشانده میشه، بسیار غنی و خوب کلاژن داره. فقط یک مشکل داره که بیش از حد استفادهش مجبور است، اگه تو بخوای بیشتر کلاژن دریافت بکنی مجبور است یگان مواد ناخالص و ناخواسته را مثل چربی را وارد بدنت بکنن. چطور میشه به صورت طبیعی در بدن خود ما کالژن سازی بکنیم به استثنای مواد غذایی؟ دیگه چه راههایی وجود داره؟ یکی از راههایش استفاده خوب پیش کالژن میگه، به اصطلاح چیزایی که کالژن ساز است مثل سبزیجات، ترکاری باب، میوه‌جات، اینا بسیار خوب است که کمک میکنه. اینا کالژن نیست اما برای ساختار کلاژن بسیار کمک میکنه. و امروزه فود سپلمنت، مکمل های غذایی که هست، اینا کلاژن های خالص هستن، اونو عوارض و چربی ها ویاش معمولا دور شده و کلاژن های خالص در بازار پیدا میشه. آیا در افغانستان هم میتونن افرادی که اگر خواسته باشن، به خصوص خانم ها، بعد از یک سن معین برن از بازار خرید بکنن این سپلمنت ها را؟ خیلی باید متوجه باشن، چون بسیار انواع و اقسام کلاژن برآمده. هر کس ما میگیم از مادرش تولد شده، امروز کلاژن چون از سال 2014 خیلی رشد داشته، هر کس کلاژن تولید کرده. فقط توجه بکنن که از جای درست باشه، از جای مطمئن باشه، بله میتونن دریافت بکنن. خب چطور بفهمن که کدام با کیفیت از کدام بی کیفیت و چه چیزایی را باید کدام نکات در نظر بگیرن؟ در انتخاب کلاژن اول در نظر بگیرن که چون گاو کلاژن معمولا در بازار فروخته میشه، مرغ، خوک، ماهی، بهترینش ماهی است و بعدش قرصا، مایه و پودر. بعد دوباره اگر بریم پودرش بهتر است، چون اگر پیپتاید باشه قابلیت حل شدنش در آب بالا باشه. طعمش هم از نظر بگیرن، بویش هم از نظر بگیرن که خوشخور باشه، راحت بتونن ازش استفاده بکنن. و از همه مهم احتیاط کنن که کلاژن با فلزات سنگین آغشته نباشه. کلاژن در یک زمان میتونه عوارض داشته باشه وقتی که با فلزات سنگین آغشته باشه. پس کلاژن مرغ، خوک، گاو،
احتمال میره اگه از جای درست تهیه نشده باشه، جای معتبر نباشه، این مشکل احتمال میره داشته باشه. گفتگوی بود با انعام الله فائز، مشاور جلدی و زیبایی مقیم ترکیه. شما هم اگر سوال در مورد سلامت جسمی و روانیتان و یا زیبایی خود دارید، از طریق شبکه‌های اجتماعی به نشانی BBC دری با ما به تماس شوید.